در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی که از اسلام آباد همراه ما هستند. سلام و عرض ادب. آقای مطهری، یکی از مهمترین سوالهایی که در مورد موضوع بحث ما وجود داره این است که با توجه به اینکه تمامی مراکز بین المللی دنیا با این واقعیت اقرار دارند که شهروندان افغانستان با نقض سیستماتیک حقوق بشر روبرو هستند، چرا هیچ اقدام عملی برای مقابله با این اقدامات نقض کننده حقوق بشر از سوی طالبان صورت نمیگیرد و آیا شما امیدی به بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان دارید؟ سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت تمام بینندگان. خدمت شما عرض شود بهبودی افغانستان یا بهبودی وضعیت مردم افغانستان وابسته به خود مردم افغانستان. اگر خود مردم افغانستان اتحادشان حفظ کرد، وحدتشان حفظ کرد و به تعصبات قومی و مذهبی نه گفت، دو زمان است که وضعیت افغانستان بهبود پیدا کند. در غیر این صورت ما در 3 سال گذشته، نه تنها در 40 سال گذشته، شاهد اعلامیه‌های مراکز بین المللی، کشورهای اروپایی، کشورهای قدرتمند در باره افغانستان بودیم. امروز هم اونا در ارتباط با آینده زنا و مردم افغانستان نگرانی دارند، اما متاسفانه این نگرانی‌هایشان جزء واقعیت‌هایشان نیست. اگر امروز آمریکا و اروپا میگن ما از وضعیت زنان در افغانستان نگران هستیم، چرا هفته 10 میلیون دلار به طالبان روان میکنید؟ چرا ماهانه به طالبان پول روان میکنید؟ چرا با طالبان روابط میکنید؟ چرا دیپلماتهایتان با طالبان نشست میکنه؟ چرا دیپلماتهایتان به افغانستان سفر میکنه؟ چرا با طالبان خط رابطه نکردین؟ چرا بر طالبان فشارهای مستقیم وارد نمیکنید؟ اونا به خواستهای مردم افغانستان تن میدهد. متاسفانه جهان، مخصوصا کشورهای ابرقدرت، در تلاش حفظ قدرتشان در افغانستان است، دنبال منافعشان در افغانستان است. سرنوشت مردم افغانستان با ما هیچ اهمیتی نداره. درست است، در رسانه ها میگم ما در ارتباط به وضعیت مردم افغانستان نگران هستیم، اما متاسفانه وضعیت مردم افغانستان برای ما هیچ اهمیت نداره. دنبال منافعشان در افغانستان است، اونا دنبال قدرتشان در افغانستان است. اونا تلاش داره که از یک طریق طالبان عجینشان بسازه، با طالبان روابط داشته باشه، استخباراتشان در افغانستان کار بکنه، منابع افغانستان بتونه دزدی بکنه، معادن افغانستان بتونه که استخراج بکنه. جهان هیچگاه برای مردم افغانستان دلسوزی نکرده و نمیکنه. باید مردم افغانستان از ذهنش دور بسازه. تا زمان خود مردم افغانستان اتحاد نکنه، هیچگاه جهان و کشورهای ابرقدرت در باره افغانستان هیچ مسئولیت پذیری نداشته و ندارد. متاسفانه امروز مشکل مردم افغانستان همین موضوع است. ما در 40 سال گذشته شاهد بودیم کشورهایی که امروز خودشان دلسوز مردم افغانستان معرفی میکنند، اینا بیشترین جنایات در حق مردم افغانستان انجام دادند. آمریکا، روسیه، چین و باقی کشورهایی که امروز خودشان همدرد با مردم افغانستان بودند. متاسفانه ما در 40 سال گذشته شاهدی بدترین فاجعه در افغانستان بودیم. وقتی جنگ‌های داخلی در افغانستان ایجاد شد، جنگ‌های داخلی توسط بعضی کشورها که در افغانستان ایجاد شد، او زمان بدترین زمان برای مردم افغانستان. مردم افغانستان از این ولسوالی به ولسوالی سفر نمی‌تونست، از این ولایت به ولایت سفر نمی‌تونست، حتی در کابل از دشت برچی به کارت پروان، از کارت پروان به شارنو رفتن نمی‌تونست. مناطق مرکزی ما شاهد بودیم. وقتی مردم از یک ولسوالی به ولایت سفر میکرد، از ولایت به کابل سفر میکرد، باید 20 جا 30 جا مالیات پرداخت. بله. عامل این بدبختی مردم افغانستان کی بود؟ جنگ‌های خانمانسوزی که کاکا برابر بچه برادرش جنگ میکرد، برادر در برادر مقابل برادر جنگ میکرد، فامیل در برابر فامیل جنگ میکرد. این جنگ‌ها توسط کشورها در افغانستان ایجاد شد. امروز هم کشورها تلاش داره که در افغانستان حفظ قدرت بکنه، منافعشان از افغانستان داشته باشه. بله. و فکر مردم افغانستان نباشه، قدرتشان در افغانستان پایدار باشه. با اونا فرق نمیکنه که طالب از داعش از یک جناحی دیگه است که در افغانستان قدرت میکنه. اونا فقط تلاش داره که حکومت در افغانستان پایدار باشه که نوکر و اجیر اونا باشه. امروز هم خیلی کشورا با طالبان رابطه داره. بله، سپاسگزارم. ایشان پذیرش کرده، رابطه تجاری و اقتصادی داره، با سران طالبان نشست میکنه،
روابط دیپلماتیک داره، اما از طرف دیگه میگه طالبا به خواست مردم افغانستان تن نمیدهد، حکومت همه شمول ایجاد نمیکنه، حکومت فراگیر ایجاد نمیکنه، مکاتب باز نمیکنه، ما با طالبا کار نداریم، طالبا رو به رسمیت نمیشناسیم. خب وقتی طالبا رو به رسمیت نمیشناسیم، خب پس چرا با طالبا همکاری مالی دارید؟ پس چرا با طالبا همکاری اقتصادی دارید؟ پس چرا چین و روسیه اینا چرا معادن افغانستان استخراج میکنه و غارت و چورچپا اول میکنه؟ سپاسگزارم. هیچ نقش موثری درباره افغانستان نداشته، اونا دنبال منافعشان در خاک افغانستان است و مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان تلاش داره که افغانستان ناامن باشه، افغانستان جنگ باشه، مردم افغانستان فقیر باشه، تمام مشکلات در افغانستان باقی باشه، چون افغانستان نقطه مرکزی در آسیا قرار گرفته. اگر افغانستان امنیت باشه، اگر مردم افغانستان آرامش داشته باشه، خب زمینه تجارت اقتصادی از مابقی کشورهای همسایه افغانستان گرفته میشه. در کل بهبود وضعیت افغانستان وابسته به خود مردم افغانستان است. اگر خود مردم افغانستان کمر همت نبندن، اگر خودشان اتحادشان را حفظ نکنند، وحدتشان را حفظ نکنند، بعد تعصبات نه نگویا، باور بکنید که دیگه کشور افغانستان آباد نمیکنه. اونا دنبال تخریب دخواهند. تشکر میکنم. شاید بودیم. ممنونم از توضیحاتتون. مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد.